دیگه ده هیچ فرمان نبیایه که خانمان نمیتونن ترانه بخونن. از بحر استادگی در مقابل چالش هایی که آینده فعالیت های مدنی را با خطر مواجه ساخته است، اینجا در محوطه دفتر نهاد مردمی افغانستان گرد آمدند. از هم اقشار اینجا افراد است. اعضای هیئت رهبری اتحادیه نهادهای مدنی بلخ با بیان نگرانی از فیصله های احتمالی نشست استانبول که قرار است به تاریخ 27 ماه حمل سال جاری راه اندازی گردد، بر دوام فعالیت های مدنی و تداوم دستاورد های حاصل شده در دو دهه گذشته تأکید نموده، فعالیت های مدنی را صلح آمیز، اصلاح گرایانه و گام در راستای مهرورزی به هم نوع و پیاده کردن عدالت عنوان کردند. ما نگران مشارکت سیاسی هستیم. ما نگران مشارکت مدنی هستیم. ما نگران وضعیت هستیم که فردا سرنوشت این بانوان عزیزی که در دو دهه گذشته قدم برداشتن، قلم برداشتن، دادخواهی کردن، در مشارکت های اجتماعی و مدنی دخیل بودن، سرنوشتشون چگونه میشه؟ کسی که مدنی است با منطق حرف میزنه، نه با مشت. کسی که مدنی است به گفتمان معتقد است، به دیالوگ معتقد است، به تفاوت ها معتقد است، به احترام متقابل معتقد است، نه به زور. پس اینا رو ببینید که فرق یک مدنی با یک قمندان در کجاست، فرق یک مدنی با یک زورمند در کجاست. کلتان مدنی هستین، در پلیس سیاسی هم هستین. از سوی هم این اعضای رهبری اتحادیه نهادهای مدنی بلخ بر تداوم نظام مردم سالار که سبب بیان آزاد افکار گردد تأکید نموده، مخالفتشان را با بازگشت کشور به 20 سال قبل که باعث پیگرد منتقدین گردد ابراز نمودند. 4 بار ما زندان طالبه دیدیم. به جرم چی؟ گناه ما چی بود؟ گناه ما بود که روشنگری میکردیم، گناه ما بود که بخواد به عنوان افراد آزاد و مسلح و منطقی میخواستیم مردم بیدار بسازیم. ما نوع حکومت را میخواییم که در او حکومتداری، باز، شفافیت، پاسخگویی، اظهار نظر، آزادی های مدنی، آزادی های اجتماعی و آزادی های سیاسی به تمثیل گرفته شود. دکتر نجیب پیکان گروه طالبان را تشکلات سازش ناپذیر و مستبد نامیده که به برابری شهروندی و آزادی بیان باور ندارند. آقای پیکان راه حل عبور از شرایط دشوار فعلی را با همفکری و وحدت ملی عنوان کرده بر بیداری نسل نو تأکید کرد. طالب ها یک جنبش هستند که تغییر مطلق میخواهند. بر زن ارزش قائل نیستن، بر جوان ارزش قائل نیستن، بر درس و تعلیم ارزش قائل نیستن، بر آزادی بیان ارزش قائل نیستن و چیزی که میخواین میگن ما یک تحریک هستیم، یعنی اگر او را تحت لرزی بکشیم جابجا کنیم یک جنبش هستن. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی مشغول رایزنی در مورد نهایی کردن طرح جمهوری اسلامی افغانستان برای پیشکش در نشست ترکیه است.